در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از تدابیر امنیتی شدید در آمریکا پیش از مراسم تحلیف جو بایدن، تازه‌ترین اخبار زلزله در اندونزی، سقوط دولت هلند به دلیل یک پرونده رسوایی اداری و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. شمار فوتی‌های کووید 19 در جهان در حالی روز جمعه از مرز 2 میلیون نفر عبور کرد که بسیاری از کشورهای جهان برای تهیه واکسن‌های این بیماری و شناسایی گونه‌های جدید کرونا در تلاشند. در آلمان میانگین فوتی‌های 3 روز اخیر بیش از 1100 نفر اعلام شده است. آفریقای جنوبی نیز وخیم‌ترین شرایط کرونا از ابتدای همه‌گیری را تجربه می‌کند. همچنین با شناسایی 144 مورد جدید ابتلا به کرونا در چین در روز جمعه، این کشور بالاترین میزان مبتلایان روزانه خود در حدود 9 ماه اخیر را ثبت کرد. از سوی دیگر نارندرا مودی نخست وزیر هند از آغاز بزرگترین کمپین واکسیناسیون جهان در کشورش خبر داده است. پارلمان لبنان روز جمعه قانونی را به تصویب رساند تا راه برای امضای قراردادهای خرید واکسن کرونا برای این کشور هموار شود. در سوی دیگر جهان، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا هشدار داده که گونه جدید ویروس کرونا که ابتدا در انگلیس شناسایی شد، ممکن است تا 2 ماه دیگر به نوع غالب کرونا در این کشور تبدیل شود. مراسم تحلیف جو بایدن در سایه تدابیر امنیتی. 3 روز مانده به مراسم تحلیف و آغاز به کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، خیابان‌های پایتخت ایالات متحده در سایه تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت. گزارش حاکی از حضور پررنگ هزاران نیروی گارد ملی و پلیس مخفی در خیابان‌های مرکزی واشنگتن و محوطه اطراف ساختمان کنگره است. همچنین همزمان با تصویب استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار مناقشه جدیدی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها درباره چگونگی برگزاری جلسات استیضاح به وجود آمده است. قرار است ترامپ به اتهام تشویش شورش در حملات اخیر به ساختمان کنگره در مجلس سنا محاکمه شود. تازه ترین اخبار زلزله در اندونزی. 1 روز پس از وقوع زلزله 6.2 ریشتری در جزیره سولاوسی اندونزی در روز جمعه، پس لرزه‌ای به قدرت 5 ریشتر بار دیگر این جزیره را لرزاند. تا کنون دست کم 45 نفر جان خود را بر اثر این زمین لرزه از دست داده و صدها نفر نیز زخمی شدند. حدود 15,000 نفر از اهالی این جزیره به علت زمین لرزه های احتمالی و خطر وقوع سونامی خانه های خود را ترک کردند. برنامه ریزی برای نخستین انتخابات 15 سال اخیر در فلسطین. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، روز جمعه از برنامه ریزی برای برگزاری نخستین انتخابات 15 سال اخیر در فلسطین خبر داد. طبق حکم صادر شده از سوی دفتر محمود عباس، انتخابات شورای قانونگذاری فلسطین 22 ماه می 2021، انتخابات ریاستی 31 جولای و انتخابات شورای ملی فلسطین 31 اوت برگزار خواهد شد. سقوط دولت هلند به دلیل یک پرونده رسوایی اداری. مارک روته، نخست وزیر هلند، ضمن پذیرش مسئولیت وارد آوردن اتهامات نادرست به هزاران خانوار این کشور از سوی دولت، از سمت خود استعفا داد. این اتفاق پس از آن رخ داد که در یک پرونده رسوایی اداری، هزاران خانوار از سوی دولت به صورت نادرست به تقلب در اعلام وضعیت مالی متهم شدند که در نتیجه آن کمک هزینه‌های دولتی به این خانوارها متوقف و کمک‌های مالی پیشین نیز از آنها پس گرفته شد. کابینه فعلی دولت مستعفی هلند تا زمان برگزاری انتخابات جدید به صورت موقت به انجام امور خواهند پرداخت. آوارگی 60,000 نفر در خشونت‌های آفریقای مرکزی. طبق اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در یک هفته اخیر تعداد افرادی که به علت جنگ و خشونت در جمهوری آفریقای مرکزی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند، 2 برابر شده و به حدود 60,000 نفر افزایش پیدا کرده. دولت جمهوری آفریقای مرکزی در حال نبرد با گروه‌های شورشی است که نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور معترضند. اعلام آمادگی روسیه برای بازداشت الکسی ناوالنی. طبق اعلام سازمان زندان‌های روسیه، تمام اقدامات لازم برای بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین انجام شده است. ناوالنی اعلام کرده که امروز یک شنبه برای نخستین بار از زمان انتقال به آلمان برای درمان مسمومیت خود به روسیه بازمی‌گردد.
منتقد پوتین در حالی به مسکو باز می‌گردد که علاوه بر احضار شدن به دادگاه برای یک پرونده اتهامی مربوط به سال 2014، یک پرونده کلاهبرداری برای او توسط دستگاه قضایی روسیه گشوده شده است. ناوالنی متهم است که از کمک‌های مالی حدود 4 میلیون یورویی به صندوق ضد فساد برای مقاصد شخصی از جمله خرید املاک و پرداخت هزینه تعطیلات و سفر استفاده کرده است.